بینندگان گرامی تلویزیون رای کارگر، من نصرالله قاضی هستم. برنامه امروز که دوم خرداد ماه 1399 و برابر با 22 ماه می 2020 رو خدمتتون تقدیم میکنم. در ابتدا گفتگویی دارم درباره اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان با رفیق روبن مارکاریان. در بخش دوم برنامه میزگردی داریم با رفیق یوسف آبخون و رضا رئیس‌دانا که به بررسی مختصات خیزش‌های اخیر جنبش کارگری خواهیم پرداخت. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. بینندگان عزیز، همونطور که در اعلام برنامه خدمتتون عرض کردم، در این قسمت مصاحبه‌ای دارم با رفیق روبن مارکاریان. ضمن سلام به شما رفیق مارکاریان، حتما اطلاع دارید که سایت ایلنا عنوانی درباره اعتصاب کارگران معدن کرمان منتشر کرده که تیترش به این شکله که میگه پایان اعتراض کارگران شرکت زغال سنگ کرمان، و بعد ادامه میده که نماینده ولی فقیه در استان قول همکاری داده. خب در ادامه این خبر اینطوری اومده که کارگران در مورد دلایل پایان بخشیدن به اعتراضات خود گفتن که بازگشت ما به محل کار بعد از مذاکره با نمایندگان حجت الاسلام علیدادی سلیمانی که نماینده ولی فقیه در کرمانه انجام خواهد شد. ایشون هم وعده داده که تا 45 روز آینده از طریق مسئولان استان به مشکلات رسیدگی میکنه. به نظر شما اونطوری که ایلنا گفته اعتراض کارگران شرکت زغال سنگ کرمان واقعا پایان پیدا کرده؟ با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون رای کارگر و به تو رفیق نصرالله، این که ایلنا این خبر رو منتشر کرده که اعتراض کارگران معدن پایان پیدا کرده اصولاً یک عنوان غلط اندازه که حتی با متن خبر هم نمیخونه. در متن خبر اومده که نمایندگان کارگران مذاکره داشتن با نماینده ولی فقیه در کرمان که هم امام جمعه کرمان باشه و او از کارگرا 45 روز وقت خواسته برای اینکه پاسخ مطالبات یا درخواستای اونها رو بده. پس بنابراین هیچ کدوم از درخواست‌های اساسی اونها پاسخ نگرفته و حتی در اون متن باز می‌خونیم که کارگرا گفتن حتی در مورد طبقه بندی مشاغل، در مورد حقوقشون، این که حقوقها بر مبنای این طبقه بندی و پذیرشون از طرف نماینده ولی فقیه باعث افزایش بشه، افزایش حقوق بشه، این هنوز زیر علامت سوال هستش و چنین چیزی برآورد نشده. پس بنابراین این عنوان خبر به هیچ وجه با متن انطباق نداره. مسئله دوم این هستش که رژیم جمهوری اسلامی در طی این سالیان یکی از تاکتیکاش برای
سرکوب جنبش کارگری و برای اینکه چاشنی جنبشی اعتراضات کارگری رو در بیاره همین وعده و وعید بوده. حالا یا نماینده ولی فقیه بوده اومده صحبت کرده، امام جمعه بوده، رئیس قوه قضاییه بوده، نماینده رئیس قوه قضاییه بوده، وزیر کار بوده، رئیس وزارت کار استان بوده، فلان وزیر کار و امور اجتماعی رفاه اجتماعی بوده، فلان کمیسیون مجلس بوده. اینا اومدن با نمایندگان کارگران نشستن، گفتن بله همه درخواست های شما بسیار برحق، اجازه بدید، فرصت بدید به ما، ما بریم اینا رو بررسی کنیم و اونها رو اجابت خواهیم کرد. خب در این فاصله چه میکنن؟ در این فاصله واقعیت اینه، اگر نمایندگان باشن یا سندیکایی باشه یا تشکلی باشه، سازمان های امنیتی در این فاصله متمرکز میشن، نمایندگان کارگران رو و کسانی که در مذاکره هستن اینا رو میبرن و تهدید میکنن، زیر فشار قرار میدن برای اینکه کوتاه بیان و برای اینکه نادیده بگیرن، برای اینکه این وعده ها تعویق به محال خواهد شد و اینها، و همه چی رو برگردونن به وضع عادی و به این شکل بندازن توی دستانداز فرسایشی که اون قدرت جنبشی اعتراضات در بیاد. در همین خبر باز میبینیم که اینا اومدن سه تا از نمایندگان کارگران رو گرفتن، حالا به خاطر اینکه این تاکتیکشون عوض شده از تاکتیک سرکوب به تاکتیک مذاکره و وقت کشی انتقال پیدا کرده، اونا رو موقتا آزاد کردن. این هم یکی از همون راه و روش هایی است که دستگاه های دولتی، انتظامی، فقاهتی و امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با حرکات کارگری به کار می گیرند. و واقعیت این هست که هیچ کدوم از درخواست های کارگران معدن کرمان که در این حال نه فقط محدود به خود کارگران معدن کرمان است، بلکه به کل صنعت معدن ایران که یکی از شاخه های اصلی اقتصاد ایران مربوط میشه نه فقط برآورده نشده، که این صنعت به این بزرگی، که این درخواستای مشترک بخشای بسیار مهمی از صنایع ایران و حتی بخشای خدمات و حتی بخشم بازنشستگان ایران هم هست. پس این کاملا ساده لوحی است که اگر کسی بیاد و باور کنه که به همین سادگی با 45 روز وقت نماینده ولی فقیه میره و به این درخواست ها رسیدگی میکنه و پاسخ میده، این در شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی و به ویژه دولت زیر کاهش درآمد نفت، خالی شدن صندوق دولت، چوب حراج داره میزنه به تمام دارایی های کشور و تلاش میکنه که خودش رو روی آب نگه داره، و بنابراین اونجایی که تیغش میبره مزد و حقوق بگیران هستن. و بنابراین اگر من بخوام به صورت خلاصه بگم، نه بر بار است و نه بر دار، مسئله اعتراض پایان پیدا نکرده، یک فرجه اینجا ایجاد شده برای اینکه ببینیم پاسخ ولی فقیه چه خواهد بود، که از نکاتی که من گفتم روشن خواهد شد که و یا روشن است که جمهوری اسلامی بعید هست که به این درخواست ها تم بده. خب ممنونم از توضیحاتی که دادید. ببینید، یکی از خواستای اساسی کارگران در حقیقت مقابله با خصوصی سازی شرکت زغال سنگ کرمانه. این خواست چه اهمیتی در جنبش کارگری ایران داره؟ خب واقعیت اینه که خصوصی سازی یک مصیبت و بلای جان جنبش کارگری و موضوع حقوق بگیران ایران هست، و واقعیت اینه که اگه این روند رو ما
بخوایم بهش توجه کنیم. از این قرار هستش که اموال عمومی رو دولت از شرش میخواد خودش رو خلاص کنه و این رو واگذار میکنه به اعوان و انصار خودشون، به آقازاده ها و خانومزاده ها و به خیشاوندان و به کسانی، به شرکایی که مشترکاً در راندخاری با هم بده و بستون دارن. اونا چیکار میکنن؟ اونا کارخونه رو برمیدارن، اولی کاری که میکنن تعدیل نیروی کار، به قول خودشون تعدیل نیروی کارم عبارت از اینه که نصف کارگرا یا سه چهارم کارگرا رو اخراج میکنن، بیرون میریزن، کارخونه رو کوچیک میکنن، خیلی از اراضی کارخونه رو میبرن توی بورس و اونها رو میفروشن، خانه سازی میکنن یا به ساز زمین خاری میکنن. این یه بخش از درآمد عظیمیه که به دست میارن. بعد به اصطلاح برای نوسازی میان دلار میگیرن، این دلارا رو میبرن در خارج میخوابونن یا از میارن در بازار سیاه دلار به چندین برابر قیمتی که بابت این دلار پرداختن سود میکنن. و نهایت اینکه اون چی که از صنایع میبونه یک صنایع ورشکسته، یک صنایع بیرمق و از نفس افتاده هستش. نمونه همین مسئله شرکت هپکو هستش، که شرکت هپکو که ماشین آلات سنگین درست میکرد، یکی از بزرگترین کارخونه های ماشین آلات سنگین خاورمیانه بوده، مثلا ستاره خاورمیانه بود یک دوره ای. اینا رو اومدن در سال 87 خصوصی کردند. اون موقع که بعد از تمام این برنامه‌ای که جمهوری اسلامی، بلاهایی که آورده بود حالا سر هپکو، اون موقع که میخواست خصوصی سازی بشه، این 2400 دستگاه فقط سفارش داشت سالیانه. بعد تو سال 97 مجموعه تولید این کارخونه به 34 دستگاه رسیده. یعنی واقعا اصلا فاجعه باره، باید خون گریست در ارتباط با این نوع خصوصی سازی ها. و اون بخش عظیمی از کارگران، متخصصین، تکنیسیان ها، مهندسین و اون دانش فنی و تکنولوژی، همه اینها چوب حراش بهش زده شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرکت های مثل هیدرو اطلس اینا رو اومدن گرفتن و بردن اینا رو تیکه پاره کردن و اینو تبدیل کردن به ماشین راندخاری و سوداندوزی و بسا سکه زدن، اینطوری در اصطلاحی که به کار میره. تا اینکه کارگران هپکو سالهای سال مبارزه کردن با این خصوصی سازی ها، بعد سال پیش اومدن و زیر فشار اعتراضات کارگری و اعتراضاتی که در سایر بخش شده بود و این در ارتباط با این خصوصی سازی ها، این رو از هیدرو اطلس، اون سازمان خصوصی سازی، پس گرفت و به دولت دوباره واگذار کرد. بسیار عالی. بعضی اون موقع اومدن گفتن که این یک پیروزی بزرگ برای کارگران هپکو هست و کارگران هپکو تونستن لااقل به یکی از درخواستهای مهم خودشون دست پیدا کنن و اینجا مسئله خصوصی سازی متوقف شده. اینطوری حالا باز زنگ ها برای خصوصی سازی دوباره به صدا در اومده و دارن هپکو رو وارد بورس میکنن، میخوان به شرکت ایمیدو بدن که همون بخش صنایع نوسازی، بخش صنایع متالورژی و معدن ایرانه که به نوعی وابسته به وزارت صنایع هستش و اون میخواد این رو به 7 تا، به 6-7 تا شرکت پیمانکار بده، یعنی تیکه کنه. ببینید این کارخونه که چیزی دیگه ازش نمونده، اینا رو میخوان تیکه تیکه کنن که خیلیاش وابسته به سپاه پاسداران هستن و به این شکل
در واقع این صنعت هپکو رو ببرن توی بورس بازی و زمین خالی و زمین بازی و اینها. این مثلا اون قولهای رژیم جمهوری اسلامی است، اینو ما نباید فراموش کنیم و نباید فراموش کنیم که مبارزاتی که کارگران فولاد اهواز، کارگران هفت‌تپه و آذراب در همین ارتباط شروع کردن و مبارزات بسیار عظیمی بود که در سطح ملی انعکاس وسیعی پیدا کرد، اینها به این خاطر بود، به خاطر همین که گفتم این مصیبتی که این خصوصی سازی ها درست میکنه. این به این معنا نیست که رژیم جمهوری اسلامی و صنایع دولتی در رژیم جمهوری اسلامی این صنایع شکوفایی هستند، صنایعی هستند که کارگرها درش نقش مؤثری میتونن داشته باشن، میتونن در مدیریت حالا دخالت کنند یا تأثیرات تعیین کننده بذارن، این نیست. ولی وقتی که مقایسه میکنیم با این سیستم خصوصی سازی ها، میبینیم ما این خصوصی سازی ها در حقیقت گرازکوب کردن و ایجاد سرزمین سوخته در صنایع ایران هست برای این نوع سوداندوزی ها، و به درستی که کارگران موقعیت و زندگی خودشون رو میبینن در این روند خصوصی سازی ها از بین میره. پس بنابراین ما تجربه هپکو، تجربه همینطور هفت‌تپه رو فراموش نکنیم. هفت‌تپه کارخونه‌ای بود که تمام صنایع قند، بسیار شکر و قند ایران رو نه فقط تامین می‌کرد، بلکه یکی از شرکت‌هایی بود که میتونست به تمام خاورمیانه قند و شکر صادر کنه. حالا ببینید به چه روزی افتاده. در حقیقت اینها یک کارخونه رو میان به قیمت یک خونه میفروشن به کسانی که عباب جمعی خودشون هستن. بس الان این درخواستی که توسط کارگران صنعت معدن کرمان مطرح شده، یعنی مقابله با خصوصی سازی ها، یه سنگر دیگه در این زمینه هست که میخواد مقابله کنه با این سیاست های نئولیبرالی و چوب حراج زدن به اموال عمومی در کشور به ضرر امنیت شغلی مزد و حقوق بگیران کشور. از این نظر هم هست که بسیار اهمیت داره این مبارزه، و از این نظر هست که نه فقط همونطور که اشاره کردم در پاسخ به سوال قبلی، در حقیقت این مطالبه‌ای که الان کارگران معدن کرمان وسط گذاشتن و اون مطالبه اصلیشونه، ادامه مبارزاتیه که از فولاد اهواز و هفت‌تپه و آذراب و هپکو شروع شده و همینطوری داره ادامه پیدا میکنه و در خیلی از شرکت‌ها و یا بنگاه‌های متوسط و کوچک هم همین داستان جاری هست. از این نظر هست که اینجا اهمیت این حرکت رو ما باید درک کنیم. متشکرم از این توضیحتون. سوال بعدی من اینه که طرح طبقه بندی مشاغل هم یکی از همین مطالبات مهمه. چرا این درخواست به ویژه برای کارگران معدن کرمان اهمیت داره؟ و در این حال اگر بتونی توضیح بدید که اهمیت اون در جنبش کارگری عمومی چقدر است؟ خب طرح طبقه بندی مشاغل منطقش این هست که کارگرا یک حقوق پایه دارن، البته کارگرایی که استخدام قانونی دارن و قرارداد کار ثابت با اونها بسته میشه یا قراردادشون باید تمدید بشه اگر قرارداد موقت هست. علاوه بر این حقوق ثابت، یک شاخصهایی وجود داره که حقوق اونها رو میتونه و باید ارتقا بده. اون چه هست؟ تخصص کارگر هست، میزان تحصیلاتشه، اینکه چقدر در اون رشته
صاحب تخصص تکنیسیان مهندس یا استادکار بوده و دیگه اینکه آیا سرپرست خانواده هست و چند تا فرزند داره، مسئله دیگه مسائلی هست از جمله مسئله حق مسکن که باز متناسب با مسائل اینکه اون بنگاه یا کارخونه در کجا هست و قیمت مسکن و اجاره چطور هست، این شامل حق مسکن هست که تعلق میگیره، مسئله مربوط به سهیم شدن در سود کارخانه در اضافی کاری هایی که ناشی از کارایی تولید، همه اینها اون جدولی است که حقوق کارگر رو افزایش میده. یکی از مسائل خیلی مهم باز در اینجا که باید مطرح کنیم که به ویژه در ارتباط با صنعت معدن خیلی حیاتی و تعیین کننده است، سختی کار هستش. یعنی اینکه کارگری که در اون رشته کار میکنه اون کار چقدر تفاوت داره با یک کار نرمال و عادی، چقدر فشار کار در اونجا بالا هست، خطرات کار چقدر بالا هست و بنابراین در اینجا یک ضریب بسیار مهمی به نام سختی کار وارد میشه. ما میدونیم که کارگرای معدن میرن معدن رو، زمین رو میکنن، میرن به عمق زمین و در اونجا با زندگیشون، با حیات و جان خودشون بازی میکنن و بنابراین صنایع معدن در همه جای دنیا از جمله در ایران که از نظر تکنولوژی و ایمنی محیط کار بسیار عقب مانده است، خب خیلی بالاست ریسک و خطرات کاری که کارگران معدن دارن. خب فقدان طبقه بندی مشاغل و فقدان اجراش چه تبعاتی داره؟ تبعاتی که داره عبارت از این هستش که کارگرا روی حداقل حقوق قرار میگیره مزد یا حقوقشون و از بسیاری از مزایای کاری که انجام میدن، چه تخصصشون، چه سنوات کارشون، تعداد اعضای خانوادهشون و به ویژه در بخش صنعت و در بخش معدن سختی کار، از همه اینها محروم میشه و بنابراین حقوقشون فشار میاد و به اون حداقل کاهش پیدا میکنه. خب یکی از درخواست های بسیار مهم کارگرای معدن کرمان و معادن دیگه کرمان که لاقل 7 باز معدن دیگه در کرمان هستن که خواهان همین طرح طبقه بندی مشاغل هستن، به خاطر اینکه به این کارگرا با این همه ریسک و خطری که اونها تقبل میکنن، حقوقشون در کف در واقع نیازهای زندگی اونا هستش و با توجه به تورمی که ما امسال شاهد اون بودیم که خود حالا بانک مرکزی گفته 41% هست و البته خیلی بالاتر از این رقم هستش و اون افزایش حداقلی که قائل شدن 21%، ما می‌بینیم که چقدر فاصله داره و چقدر قدرت خرید کارگرا کاهش پیدا کرده و این مسئله در ارتباط با کارگران معدن به چه وضعی در میاد. بعد اینم خوب باید توجه داشته باشیم، یک کارگر معدن اگه کار کنه این با این حقوقی، اشل حقوقی، مثلا 10 روز ماه رو میتونه هزینه زندگیشو تامین کنه. این در حالی است که کارگرای معدن باید 6 ساعت در روز کار کنن و در مجموع 20 روز در ماه کار کنن، 10 روز باید مرخصی داشته باشن، در حالی که اکثر کارگرای معدن ما روزی 8 ساعت گاهی 10 12 ساعت کار میکنن، مرخصیشون خیلی کم هسته، 6 روز در بهترین حالت 6 روز در ماه هست و
از مزایای دیگه‌ای که اشاره کردم محروم هستند. بنابراین اگه حتی فرض کنیم که یک کارگری بخواد دو برابر کار کنه که دیگه بیشتر از اون نمیتونه کار بکنه، حدود 20 روز از هزینه زندگیشو میتونه تأمین کنه با این فشار تورمی عظیم. پس اینجا هست که ما میتونیم به اهمیت مسئله طبقه بندی مشاغل پی ببریم. خب این طبقه بندی مشاغل از سال 1352 از دوره شاه وجود داشته، در جمهوری اسلامی تو قوانین 48 و 49 قانون کارش اومده، آیین‌نامه های اجراییش هم تدوین شده، ولی خب اجرا نمیشه، مثل خیلی وعده هایی که داده میشه و اجرا نمیشه. و جالب اینه که اینجا اشاره کنم که مسئله طرح طبقه بندی مشاغل صرفا در ارتباط با کارگرای معادن مطرح نیست، بلکه در کل صنایع ایران همین مسئله مطرح هستش. حتی در بخش های دیگه باید حتما طبق قانون کار در بخش بانک، در بخش خدمات عمومی، در همه جا باید طرح طبقه بندی مشاغل اجرا بشه که در اکثر جاها اجرا نمیشه. و بنابراین طرح طبقه بندی مشاغل در این شرایطی که ما در بحران اقتصادی شدید قرار داریم، تورم به این شکل داره رشد میکنه، میره بالا به شکل انفجاری، دلار دائم در حال افزایش نرخ مبادلش با ریال، یعنی قدرت خرید دائما این چرم ساغری داره کم میشه کم میشه کم میشه، و فشار روی مزد و حقوق بگیران افزایش پیدا میکنه. خب از این مجمل باید خوند حدیث مفصل رو، یعنی باید دید که طرح طبقه بندی مشاغلی که در جنبش کارگری ایران مطرح هستش و کارگران معدن کرمان اون رو بسا در دستور کار قرار دادند و اون رو مطرح کردند و الان انعکاس وسیع پیدا کرده، چقدر اهمیت داره و چقدر درد مشترک همه بخش های مزد و حقوق بگیران ایرانه، هم از اونایی که در استخدام دولت هستند و این طرح اجرا نمیشه برای اینکه دبه در میارن درش، و حتی بازنشستگان که خودش همین مسئله رو به عنوان همسازی حقوق ها مطرح میکنن که بهشون قول داده شده ولی باز هم به تعویق افتاده یا به بوته فراموشی دولت سپرده، چون دولت نمیخواد به قول معروف سر کیسه رو در این زمینه شل کنه و در واقع از اون نهاد و جهادهایی که ثروتهای نجومی ریالی و دلاری دارند اونها رو بیاره و اون پولا رو در کاسه و در واقع به این شکل حقوق مزدحوق بگیران بخشای مختلف رو بده. این پرچم، پرچم خیلی مهمی در مبارزات کارگری است و از این نظر اهمیت بسیار شایانی داره که باید توجه کرد به این مسئله و اون رو یک درخواست عمومی مزدحوق بگیران ایران دونست که الان این اعتصاب، اعتصاب 15 روزه، اون رو به این شکل برجسته کرده. اجازه بدید آخرین سوال رو با شما به این شکل میون بذارم که در شرایط کنونی این اعتصاب در برابر چه چالش هایی قرار داره؟ خب مسئله خیلی مهمی که مطرح هستش الان با این وعده وعید هایی که نماینده رهبری داده و مثل وعده های قبلی، خب کارگران معدن چه باید بکنن؟ اینطوری نیست که کارگران معدن نتونن، معدن کرمان نتونن درخواستهای خودشون رو به دولت تحمیل کنند. بخش معدن ایران بخش بسیار حیاتی در اقتصاد ایرانه و اون چیزی که حالا در این بحران ها برای اقتصاد ایران میتونه
نقش مولد درآمد داشته باشه. خب یکی از بخشاش بخش معدن، بنابراین کارگرای معدن اهرم فشار قوی دارن، مثلا برگ برنده در دستشونه. اون چیزی که خیلی مهمه، اولین مسئله این هست که خود کارگرا باید متشکل بشن و اتحادیه به وجود بیارن. صرفا به شکل موردی یک چند تا نماینده رو انتخاب کردن و از طریق این نماینده ها یک سلسله درخواست ها رو مطرح کردن، همونطور که در پاسخ به سوال اول گفتم، با توجه به اینکه این درگیری یک درگیری طولانی است و تخصص جمهوری اسلامی اینه که اینها رو در دستانداز بندازه، اینو مذاکرات رو، و توی دور فرسایشی و اون قدرت جنبشی اعتراضات کارگری رو تخلیه کنه، جنبش کار و کارگرا و اونجایی که متشکل میشن و اعتراض میکنن نیاز به یک سلسله تشکلهای ثابتی دارن که واقعا نماینده اینا باشه، منتخب اینا باشه و بتونه خواستای اینها رو پیگیری کنه، مورد وسوق اینها باشه. این خیلی حیاتی و تعیین کننده است. این یک مسئله. مسئله بعدی اون حمایت بخش های مختلف جنبش کارگری در ایران از درخواست های کارگران معدن کرمان هست، معدن کرمان هستش. خب همونطور که توضیح دادم، اون خواستا مطالباتی که بر پرچم این اعتصاب نوشته شده و هنوزم هست و پاسخ نگرفته، درخواست میلیون ها مزد حقوق بگیر ایرانی در بخش های مختلف، چه صنعت، چه خدمات و چه کل اقتصاد ایران هست. بنابراین وظیفه همه بخش های مزد و حقوق بگیران و تشکل های وفادار به اونها، حالا در هر سطح و شکلی که هستن، اینه که با تمام قوا از این درخواست ها و مطالبات، که درخواست ها و مطالبات خودشون هم هست، به هر شکل ممکن و مؤثر دفاع کنن. سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. همونطور که در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، میزه گردی داریم با رفقا یوسف آبخون و رضا رئیس‌دانا در مورد اوضاع جنبش کارگری در دو ماهه اول سال جاری، فروردین و اردیبهشت امسال. سال اول رو میخواستم با رفیق یوسف آخون در میان بذارم که ارزیابی شما از اوضاع جنبش کارگری در این دو ماه اول سال چیه؟ اون رو چطوری میبینید؟ سلام به رفیقتا و شما و بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. بعد از یک افتی که بعد از شیوع بیماری کرونا به وجود آمد، میشه گفت که اعتصابات و اعتراضات کارگری علی‌رغم اینکه خطر بیماری وجود داشت کاملا اوج گرفت. یه موج تازه ای از اعتراضات و اعتصابات کارگری تقریبا در تمامی مناطق و تقریبا در بیشتر رشته ها، در رشته های گوناگون، صنعتی، معلمان، پرستاران در حد و پاکبانان، شهرداری ها اوج تازه گرفت و به طور بی سابقه گسترش پیدا کرد علی رغم این بیماری، به طوری که در فقط در دهه در روز اول اردیبهشت ماه
ما شاهد 86 حرکت یا بیشتر کمتر در این حدود بودیم و در دهه دوم در دوباره 60 حدود 60 تا 70 حرکت کارگری رو شاهد بودیم. میشه گفت که به طور بی‌سابقه ای گسترش پیدا کرده به دلیل اینکه رژیم شروع به اصطلاح خصوصی سازی کرده و کارگران از خطر بیکارسازی و اخراج ها دست به اعتراضات زدند و با مبارزه علیه بیکارسازی هایی که در پیش هست و همطور پرداخت دستمزدهای معوقه که کماکان وجود داره و خواست اصلی کارگران رو تشکیل میده. خیلی ممنونم رفیق رضا. حتما شما شنیدید که رفیق یوسف اشاره میکرد که بیش از 85 یا 86 اعتراض کارگری جداگانه ثبت شده. در مقایسه با گذشته آیا خواستهای این کارگران عوض شده یا همچنان مثل سال قبله؟ منم سلام میکنم به شما رفیق یوسف و بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. من فکر میکنم در عرصه در واقع در یک بستری از زمینه اقتصادی که قبل از در واقع کرونا وجود داشت، تو زمینه بحران اقتصادی که اساساً از ساختار اقتصادی ایران ناشی میشد و مسائل رنتی، مسئله خود تازه تحریم ها بهش اضافه شده بود، بعد این مجموعه در شرایط فعلی کرونایی نه تنها مسئله سرمایه‌گذاری ها به شکل خیلی زیادی کاهش پیدا کرد که علاوه بر تحریم ها خود بحران در واقع گسترش ویروس کرونا هم به این بحران رو افزایش داد. به این شکل در واقع بحران یا این تجارت جهانی که کاهش پیدا کرده اثر مستقیمی تو اقتصاد ایران داشت، یا در واقع این با بیکارسازی که مسئله کرونا به وجود آورده تقاضای مؤثر رو به شدت کاهش داده. در نتیجه همون خواستهایی که قبلا وجود داشت به شکل گسترده تری دامنش گسترش پیدا کرده و میبینیم که این حرکت ها تو حوزه های کشاورزی، تو حوزه های خدمات، تو حوزه صنعت، تو همه عرصه ها در واقع وجود داره و همونطور که رفیق یوسف گفت به همین دلیل هم ما یه افزایشی رو میبینیم، افزایشی که تو ده روز اول اردیبهشت ماه و ده دوم اردیبهشت در واقع بیش از 140 حرکت اعتراضی توی روزشمار کارگری امیر جواهری ثبت کرده و این نشون میده که در واقع در بی جای رسیده که وقتی که کارگرها خطر یا کشته شدن از کرونا رو راحت تر میدونن تا کشته شدن از گرسنگی، این خودش نشون میده که چه انفجاری از در واقع خشم و فلاکت وجود داره که هر لحظه میتونه یه حالت انفجاری به خودش بگیره و این حرکت ها، افزایش این حرکت ها، این التهاب رو تو نیروی کار زحمت نشون میده. خب ببینید با این صحبت هایی که شما میکنید من مجبورم از رفیق یوسف بپرسم که این اعتراضات چه دغدغه هایی داره، چه مشکلاتی داره؟ آیا خیلی راحته براشون اعتصاب کردن و اعتراض کردن؟ به نظر نمیاد. همینطوره، یعنی با توجه به این خطری که وجود داره بیماری، اوضاع همینطور که به رضا گفتن چنان توده کارگران رو در خطر فقر و فراکت و بیکاری از دست دادن شغلاشون قرار داده که کارگران ناگزیر شدن به صحنه بیان و در واقع خواستای اصلیشون همونطور که در گذاشته هم بود یکی این هستش که حقوقهای معوقه شون رو پرداخت نمی کنند. مثلا کارگران شهرداری در شهرهای مختلف، پاسبانان دست به اعتراض زدند و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خودشون شدند. اصل دستمزدهاشون رو نمی دن. کارگران چند ماهی رفتن سر کار و دستمزدهاشون رو پرداخت نمی کنند. ثانیاً با
سیاستی که رژیم اتفاقاً بعد از در دو ماه اخیر تشدید کرده و چوب حراس زده و تمام کارخانجات و شرکت های متعلق به دولت رو که در واقع متعلق به کارگران هست در بازار بورس گذاشته و همونجور که میدونیم مثلا یکی از حرکات بزرگ همون کارگران معدن کرمان رو باشه دامن زدن، چرا که کارگران احساس گفته شده که میخوان به بخش خصوصی بدن و 1200 کارگر رو تعدیل بکنن. و سیاست های عجیب دیگری که هست، مثلا ما در این دوره به پرستاران نیاز داریم و یه دوره سماهی پرستاران رو با قراردادهای موقت به کار مشغول کردن و بعد اون میخوان اخراج بکنن و پرستاران خواهان مثلا قراردادهای دائمی هستن با توجه به نیازی که الان وجود داره. در واقع مسئله یک حفظ اشتغالشون، مسئله در برابر خطر بیکارسازی ها، موج بیکارسازی هایی که شروع شده و گسترش پیدا کرده، در وهله اول دفاع از اشتغالشون و مقاومت در برابر خصوصی سازی هایی که به طرز وحشیانه تمام کارخانه های متعلق به در واقع مردم، دولت در سازمان تامین اجتماعی و همچنین کارگاه و کارخانه های دیگر متعلق به دولت رو تو برداشت دادن میفروشن و مبارزه علیه خصوصی سازی محور اصلی مبارزات کارگری هست و پرداخت دستمزدهای معوقه هست که در همه جا پرداخت نشده و با توجه به بیکاری هایی که به وجود آمده و خطرش این هستش که تا 6 میلیون کارگر بیکار بشن، موج بیکارسازی هایی که شروع شده و همطور که مسئولین رژیم گفتن تنها از 6 میلیون کارگری که بیکار میشن تنها 800 نفر در پوشش بیمه بیکاری هستند و تازه اونها هم پرداخت نشدن. بنابراین دفاع از اصل اشتغال، دفاع از اصل پرداخت دستمزدها و مبارزه در برابر بیکارسازی ها و قراردادهای موقت و مبارزه برای تامین اجتماعی و تامین بیمه بیکاری از خواستهای اصلی کارگران هست. مرسی، این توضیحاتی رو که میدید خب خیلی روشنگره. میخواستم از رفیق رئیس‌دانا بپرسم که با توجه به صحبتهایی که رفیق آقون کرد، راه حل کارگران چیه؟ این سوال رو ما بارها مطرح کردیم. آره، به نظر خب این یه سوال اساسیه. درسته که الان میبینیم حرکت های اعتراضی تو حوزه خدمات مثل بیمارستان ها که خدمات پرستاری فرض بکنید تو کشورهای دیگه سعی میکنن اونا رو جذب بکنن. مثلا به طور مشخص توی کانادا تعدادی از کسایی که درخواست شغل پرستاری یا در واقع جزو پرسنل درمانی کانادا میخواستن بشن و به دلایلی رد شده بودن، دعوت کردن ازشون که بیان سر کار. یعنی در حد قابل قبولی که میتونستن کار بکنن دعوت به کار کردن. در صورتی که ما میبینیم که توی گیلان پرستارا رو با 3 ماه، 82 در واقع خورده 89 روز استخدام موقت، نه حقوقی دادن نه چیزی، بعدم میخوان اخراجشون کنن و اونا خواهان به اصطلاح وضعیت استخدامیشون هستن. یا فرضاً تو استان فارس 1200 تا کادر پرستاری، 600 تاشو تو این شرایط کرونایی که در واقع خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا هستن، اینا در واقع میخوان اخراج بکنن. یا تو حوزه به اصطلاح رانندگان خدماتی، میدونیم که 700 تا راننده های توی قزوین، رانندگان تاکسی که قرار بوده به خاطر کاهش حمل و نقل شهری از بیمه بیکاری برخوردار بشن، برخوردار نشدن و همینطوری بلا تکلیف موندن. در نتیجه میبینیم که به صلاح این خواستای جزئی به این شکل در وجود داره، به اضافه اینکه حالا مسئله شهرداری ها باز جزء مسائل خدماتی و مسائل تولیدی، کارخونه های تولیدی که خابیدن، به اضافه در واقع مسئله معدن کرمان که الان خیلی برجسته شده. نگاه که بکنیم به واقعیت مبارزه طبقاتی، میبینیم که یک سری خواستای کوچیک در واقع گره خورده، یا خواستایی که وجود داره اینا همسو شده با یک خواست اساسی.
که اون خواست اساسی در واقع عدم خصوصسازی شرکت‌های بزرگه. ما اینا قبلا توی هفت تپه دیده بودیم که یه نیروی قابل توجهی و یه زمان معینی مسئله حتی اینکه دولتی باشه رو ترجیح داده بودن به خصوصی سازی و این در واقع با ادامه حرکت‌های فولاد اهواز یک همدلی گسترده‌ای به وجود آورد و ما در ادامه اون هپکو رو داشتیم و آذراب رو داشتیم و الان می‌بینیم که در واقع معدن کرمان هست. این نشون میده که در واقع این همسویی مجموعی از خواستا، حالا طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق عقب افتاده، عدم تطابق حقوق دریافتی با تورم، مجموعی اینا همسو شده با این خصوصسازی که در واقع میشه گفتش که با توجه به خطوط در نئولیبرالیسم یا اون سرمایه‌ای که آزادسازی که دولت ایران هم هر ستاشون در واقع دولت ها اینو پیش بردن، در واقع اینجا گره خورده این حرکت به عنوان یه خواست سراسری، در واقع این یه خواست سراسری شده، یک در واقع مطالبه عمومی شده. من به نظرم میاد که این یه بستر خیلی مناسبی هست که آدم بتونه به طور واقعی در موردش تصمیم بگیره که این تشکل‌ها به چه شکلی در میاد. مرسی رفیق آخون، با توضیحاتی که هم شما دادید هم رفیق رئیس دانا بهشون اشاره کرد، یکی از مشکلات کارگران در ایران امروز مشکل تشکل پذیریشونه، نه از این نظر که خودشون نمیخوان تشکل پیدا بکنن، اینکه رژیم جمهوری اسلامی سد بزرگیه بر سر تشکل پذیریشون. شما چقدر فکر میکنید که تشکل پذیری در شرایط سرکوب امروز و به هر حال اضافه شدن کرونا که یک مسئله طبیعی وحشتناک دیگه‌ایه، چقدر شانس هست که بتونن به نحو مؤثری به خصوص در بخش‌های مثلا معادن مثل معادن کرمان در منطقه راور، در منطقه زرند و چند منطقه دیگه، اینا به چه شکل میتونن به تشکل پذیریشون حالت مستقلی بدن؟ همین که گفتید، به هر حال سرکوب یه مانع بزرگی در تشکل یابی کارگر. مسئله دیگه بحران اقتصادی شرایط مطلوبی نیست با توجه به وجود ارتش ذخیره بیکار، کارگران در موضع در موقع به طور موضع چانه زنی در دست مونتا یا خواستاشون در موضع ضعف قرار میگیرن، نیروی زیادی هست که جایگزین میشه. اینها شرایط منفی هم برای تشکل یابی کارگران، ولی اونطور که رفیقتا هم گفتن، به هر حال مجموعه مسائل کارگری بخش‌های مختلف کارگران ما با خواست‌های واحدی روبرو است، به دلیل همین بحران، به دلیل فشاری که بر اونها وارده و خطراتی که اونها رو تهدید میکنه، مثلا شغل اشتغالشون رو و دستمزدشون رو به همه جا پرداخت نمیشه. این خواست‌های مشترک گروه‌های مختلف کارگری زمینه مناسبی رو برای حرکات متشکل کارگری ایجاد میکنه و در واقع کارگرانی که دست به اعتراض می‌زنند در نقاط مختلف، در رشته‌های مختلف، در سراسر کشور تا حدودی سازمان یافتند که این اعتراضات رو سازمان می‌دهند و موضوع این هستش که چگونه این حرکات یکسان بشن، در زمان واحدی صورت بگیرن و چگونه این حرکات به هم مرتبط بشن و چگونه این تشکل‌های کارگری بتونن گسترش پیدا بکنن. در وهله اول معلومه که مثلا فرض کنید که کارگران شهرداری ها که در شهرهای مختلف دست به اعتراض میزنن، حرکاتشون رو همزمان یکسان بکنن و تشکلی برای خودشون به وجود بیارن. معلمان تا حدودی تشکل یافتن و خواستاشون بیان میشه، علارغم شرایط سرکوب همه به میدان اومدن و همینطور پرستاران. در وهله اول لازم است که رشته های مختلف، کارگران بخش های مختلف خودشون در بخش های خودشون سازمان بدن. با توجه به شرایط خاصای یکسانی که به وجود آمده، زمینه برای تشکل‌های حرکات سراسری لااقل
در زمان واحدی فراهم است. استفاده از ارتباطاتی که الان تسهیل کرده برای ارتباطات از طریق فضای مجازی، انتقال خواستاشون و همزمان کردن خواستاشون و به طور کلی ایجاد جبهه واحدی، مثلا به وسیله حرکات واحدی در برابر مثلا بیکارسازی ها یا خواست بیمه بیکاری یا خواست تأمین اجتماعی که کارگران بیکار هستند یا کارگران ساختمانی، فحشای مختلف رو سعی بکنن از این طریق حرکاتشون رو همزمان بکنن. وقتی به نتایج مشترکی برسن بر این پای به اصطلاح تشکلهای سراسریشون رو گسترش بدن، بنابراین در واحدهای مختلف خودشون رو سازمان بدن، این در رشته های مختلف این سازمان رو بدن و این رشته های مختلف همدیگر رو در واقع به همدیگه مرتبط بشن و تشکل سراسری رو پدید بیارن. تا این شرایط فراهم نشه، تا یک حرکت سراسری ایجاد از جانب کارگران ایجاد نشه که بتونه که توازن قوا رو در این حرکات به نفع کارگران تغییر بده، این خواستا مسلما تأمین نمیشه. در یک حرکت سراسری متشکل کارگریه که کارگران قادر خواهند بود توازن قوا رو برای رژیمی که به اصطلاح اونا رو به فراشت کشونده در برابر اونا خودشون سازمان بدن و اون عقب بنشونن و در فکر سازمانیابی بیشتری و به اصطلاح متشکلتری و مستقلتری از خودشون باشه. خیلی ممنونم ازتون رفیق رئیس دانا. از اونجایی که وقت ما داره به پایان میرسه، من سوال آخر رو با شما به این شکل میخوام در میون بذارم که برای بینندگان ما توضیح بدید. رفیق آخون اشاره میکرد به این که این اعتصابات باید طوری سازمان داده بشه که بتونه اقتصاد رو به نوعی فلج بکنه یا دولت رو از پا در بیاره. یکی از بخش‌های خیلی مهم بنادر ایرانه، به خصوص بنادر جنوب، و یکی دیگه کامیونداران و ارتباطات هستن که حتما باید اگر مواد خام از معدن به بنادر صادراتی بفرستن و یا اگر مواد میانه است که باید تبدیل بشه به کارخونه برسونن و یا حتی به مصرف کننده برسونن. در مورد تشکلات در بین کارگران بندر و کامیونداران، آیا دلایلی هست که ما ببینیم که اینا اگر دست به یک اعتصاب سراسری بزنن قادرن دولت رو از پا در بیارن و یا حداقل خواستای خودشون رو به دولت تحمیل بکنن؟ آره، من البته فکر میکنم که همه در مطالبات یا خواستای طبقه کارگر سراسری ممکنه نباشه. معمولا الان توی شرایط به اصطلاح بحران تجارت جهانی، وضعیت حمل و نقلی ها در واقع بین شهری که اولین حرکت اعتراضی رو در واقع کامیوندارا داشتن توی ایران و این به اصطلاح اون حمل و نقل به طور کلی تو همه عرصه ها میتونه توی جمهوری اسلامی به خاطر کند شدنش تو شرایط فعلی یا اصلا نبودن اون ساختارها یا زیر ساختهایی که لازمه برای تولید، خواستای مشترکی رو مطرح بکنن. ولی اساسا اون چیزی که در شرایط فعلی میتونه مطرح باشه به دلیل همون مسائلی که رفیقمون یوسف گفت، مسئله به اصطلاح سرکوب و ناتوانی هایی که بالاخره مسئله اقتصاد و تأمین زندگی معیشت مسئله مهمی در واقع هست، این دو عامل رو در نظر بگیریم میبینیم که عملا اون چیزی که در مقابل ما قرار داره تو جنبش کارگری یا این جنگ طبقاتی، مسئله ای که در واقع مطرح میشه اینه که کجا میتونه اون حلقه اصلی باشه یا در واقع کجا میتونه این قضیه سراسری بشه. بعد اگه ما به طور مشخص به این حرکت ها نگاه بکنیم که
سرکوب مانع از اینه که شاید بتونه خیلی گسترده باشه، ولی عملا میبینیم موضعی وجود داره. مثلا فرض بکنید که تو همین کرمان میتونیم بگیم این حرکت موضعیه، ولی از طرف دیگه از زمان همونطوری که گفتم خدمت شما، از زمانی که مسئله هفت تپه یا هپکو و آذراب اینا مطرح شدن، بحث خصوصی‌سازی مطرح شده، در نتیجه تونسته یه همدلی سراسری به وجود بیاره. در واقع اینجور جاهاست که میشه با یه همدلی سراسری یه خواستی مطالبه عمومی بشه، و این خواست وقتی مطالبه پیدا بکنه، این مطالبه مطرح باشه، کسای دیگه خودشون رو تو اون مطالبه میبینن و در نتیجه میتونن شرکت کنن، اگه بخوایم به طور به اصطلاح واقعی این مسئله رو ببینیم. ولی این حرکت‌های موضعی بستگی داره برای اینکه موفق بشه سراسری بکنه، بستگی به این داره که نیروهای شرکت کننده در اون یا شمار شرکت کنندگان چقدره و چقدر توان پیشبرد اونو دارن، حالا چه از نظر سرکوب، چه از نظر توان مالی که بتونن استقامت بکنن، و واردی که میدون میشن این مسئله تعیین کننده میشه که چقدر این خاص بتونه همدلی به وجود بیاره، بتونه اون هویت طبقاتی رو برای تمام طبقات زحمتکش و محروم در واقع این رو به عنوان یک همدلی اون رو به وجود بیاره. بعد از طرف دیگه چقدر میتونه به اصطلاح دوام پیدا بکنه و بتونه شکلی که میگیره به خودش، مثلا باز میبینیم حرکت ها بیشتر تظاهرات و اعتصاب در شرایط فعلی، و این شکل ها خیلی تعیین کننده است که چقدر آدم ها کسای دیگه میتونن. مثلا باز اگه به طور یک حرکت زنده بگیریم، حرکت معادن کرمان همراه شده بود با خانواده ها، که این البته به خاطر ویژگی و معادن هم هست. مثلا تو تهران که کارخونه ایران ناسیونال توی کرج کارگران تو تهران، شاید این امکان خیلی بعید باشه. ببخشید. در هر صورت این جنبه ها یا این ویژگی هایی که بتونه جنبش رو سراسری کنه خیلی اهمیت داره. بعد مسئله بعدی که مطرح میشه حمایت ها از تشکل های دیگه است. مثلا ما یه تشکل سازمان یافته مثل شرکت واحد داریم، مثل معلم ها داریم، بعد اینا باید بتونن حمایت بکنن از حرکتی که کارگرا دارن یا دانشجو ها یا در واقع تشکل های دیگه که سابقه ای دارن، تا در واقع اینطوری هم بتونه این قضیه گسترده بشه و عضله پیدا بکنه. از طرف غیر از این مسئله حمایتگری، پیوندها و سازمانگریه که چقدر بتونه اون سازمانگری و پیوند بین جنبش ها رو به وجود بیاره. و یه ویژگی خیلی مهم اون مسئله اینه که این در واقع رسانه‌ای بشه و چقدر رسانه‌ای بشه. در نتیجه میبینیم که امکان کمک به شکل‌گیری تشکل‌های سراسری به طور عینی وجود داره، و هیچ لازم نیست که آدم برای حمایت از جنبش کارگری بخواد مثلا از کارگرای شورای عالی کار که حدود 35 ساله که خود کارگرا رو سرکوب مزدی میکنن حمایت کنه. من فکر میکنم که با توجه به عینیت حاضر، یا مثلا فرض کنم همونطور که رفیق یوسف هم گفت، مسئله الان بیمه بیکاری با توجه به کرونا خیلی مطرحه، اینه که کدوم پرچمی یا کدوم خواستی به عنوان پرچم عمومی کارگران و زحمتکشان مطرح میشه تا حول اون بتونه جنبش های طبقاتی و سراسری شکل بگیره. به نظرم این چیزیه که با توجه به این ویژگی ها ما میتونیم کمک بکنیم و بتونه به جایی برسه که رژیم رو به عقب برونه و اونو به زیر بکشه و توازن قوا اونطوریه که به هم میخوره به نفع طبقه کارگر. بسیار خوب، خیلی خوشبین و حسن خطا می بود به این میزگر. من از شرکت رفیق یوسف آخون و شما رفیق رضا رئیس‌دانا در این میزگر تشکر می کنم و امیدوارم که در مسائل کارگری که در آینده به مونا می پردازیم بتونیم باز هم شما رو داشته باشیم. تا برنامه دیگر. ممنون از رفیق یوسف و شما رفیق نصرالله. خیلی ممنون از شما.